اروپا به عنوان یک امکان دور زدن تحریم‌های آمریکا برای رژیم نقش و اهمیت راهبردی داره و طی دو ماه اخیر اروپا به خصوص سه کشور امضا کننده برجام با رژیم مقصد سفرهای مقامات حکومتی از ظریف و عراقچی تا کمال خرازی و بقیه بودند برای دمیدن روح در جسم بیجان برجام اروپایی. رژیم حتی از زبان مهره‌های مختلفش اذعان کرده که در صورت راه اندازی کانال اینستکس توسط اروپا حاضر دو لایحه CFT و پالرمو رو به تصویب برسونه. کما اینکه آخوند محمدی عراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 13 خرداد تصویب این لوایح رو مشروط به رفتار کشورهای اروپایی با نظام دونست. آیا اروپا به خواسته نظام آخوندی برای دور زدن تحریم‌ها پاسخ مثبت خواهد داد و آیا اروپا اونطوری که رژیم میخواد در دفاع از رژیم حاضر به رویارویی با آمریکا میشه یا نه؟ در گزارشی جدیدترین تحولات در رابطه با رژیم و اروپا بررسی شده که توجهتون رو به اون جلب میکنم. مواضع کشورهای اروپایی عضو برجام علیه رژیم تند شده است. اغلب این کشورها به همسویی خود با آمریکا در مورد سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی رژیم تاکید کردند. در جدیدترین موضع‌گیری ترزا می نخست وزیر انگلستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ترامپ این موضوع را اعلام کرد و تلویزیون رژیم تلاش کرد با لحن غیر خبری زهر این خبر را بگیرد. نخست وزیر انگلیس هم که تا چند روز دیگه باید از سمتش کناره‌گیری کنه، در این نشست بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تعلل اروپایی‌ها در عمل به وظایفشون گفته هرچند روش ما با آمریکا در موضوع هسته‌ای ایران فرق می‌کنه، اما هدف هر دومون یکیه. اظهارات ترزا می در حالیه که آژانس انرژی اتمی تا به امروز 14 بار پایبندی ایران به تعهدات برجامیش رو تایید کرده. همزمان خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در روز 14 خرداد گزارش داد سفیر جدید اتحادیه اروپا در آمریکا با بیان اینکه اشتراکات واشنگتن و بروکسل بیش از اختلافات آنهاست، بر ضرورت پابرجاماندن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران در زمینه‌های غیر هسته‌ای تاکید کرد. وی در مصاحبه با پایگاه واشنگتن دیپلمات تصریح کرد ما بیشتر اشتراک نظر داریم تا اختلاف. او در بخش دیگری از این مصاحبه با بیان اینکه برجام قرار نبوده تمامی مسائل محل اختلاف با رژیم ایران را حل کند گفت آیا با رژیم ایران اختلاف دیگری غیر از مسائل هسته‌ای داریم؟ قطعاً داریم. مسئله موشک‌های بالستیک، مسئله تروریسم، مسئله اقدامات این رژیم در سوریه و جاهای دیگر. درباره تمام این موضوعات اتحادیه اروپا امروز تحریم‌هایش علیه رژیم ایران را حفظ کرده است. او تصریح کرد نماینده ویژه اتحادیه اروپا در مسائل حقوق بشر بارها در مذاکراتی که با ایران داشته این مسئله را متذکر شده است. او گفت بنابراین تحت هیچ شرایطی توافق هسته‌ای ایران توانایی یا تعهدمان برای پرداختن به سایر مسائل را محدود نکرده است. او در ادامه به مسئله ضرب العجل 60 روزه رژیم ایران به اروپا برای عمل به تعهداتش ذیل برجام اشاره کرد و گفت این اتحادیه هیچ ضرب العجلی از سوی رژیم ایران را نمی‌پذیرد. این مقام اتحادیه اروپا تاکید کرد ما کاری که از لحظه امضای توافق گفته‌ایم انجام می‌دهیم را انجام داده‌ایم. گفتیم که از تحریم‌ها خلاص می‌شویم و گفتیم که روی تخلفات رژیم ایران در حوزه‌های دیگر تمرکز خواهیم کرد. داریم هر دو کار را انجام می‌دهیم. سفیر جدید اتحادیه اروپا در واشنگتن با اشاره به اظهارات مقامات رژیم مبنی بر کاهش تعهدات برجامی به این رژیم هشدار داد از برداشتن گام‌های تنش‌زا خودداری کند. پیش از این هم سایت رادیو دولتی آلمان در گزارش 10 خرداد گزارش داده بود هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان پس از دیدار با پومپئو در جمع خبرنگاران اظهار داشت که سیاست دولت‌های آمریکا و آلمان در قبال رژیم ایران همگون است. به گفته او هر دو کشور تلاش می‌کنند جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ‌افزار هسته‌ای را بگیرند و خواستار توضیحات رژیم حاکم بر ایران درباره برنامه موشک‌های بالستیکی خود هستند. خاطر نشان می‌شود پیش از اینها هم رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه ضرورت دست کشیدن رژیم از دخالت‌های منطقه‌ای و توسعه موشکی را خاطر نشان کرده بودند و به این ترتیب برخلاف خوشخیالی‌های نظام از سوی اروپا هیچ کورسویی برای روشن شدن آینده نظام به چشم نمی‌خورد.